پنج چیز اگر یکیش نباشه، در روایت داریم زندگی ناقص است. نه هر پنج تاش، بعضی وقتا یک چیزم نباشه کار میلنگه. شما دیدین الان که برق نبود صدای من به همه جا نمیرسید. آقای امام صادق فرمودن خمس و خصال من فقد واحدتا منهن لم یزل ناقص العیش. پنج چیزه که یکیش نباشه زندگی مشکل پیدا میکنه. فکر انسان حضرت فرمود همیشه مشغوله، خوب نمیتونه تحلیل بکنه، خوب نمیتونه خلاصه برنامه ریزی بکنه، خوب نمیتوانه منافعش دنبال بکنه و تشخیص بده. باید اینها را فراهم بکنیم تا خوب فکر کنیم. اولین چیزی که اگر نباشه حضرت فرمود صحت بدنه. من خیلی متاسف و متاثرم، این از باب تذکر عرض میکنم، هنوز کشور افغانستان، کشور پاکستان هنوز که هنوز است گرفتار فلج اطفاله. نمونه های از فلج اطفال هنوز هم در کشور ما مشاهده میشه. این یک نوع جفایی به ملت است. ما باید زمینه سلامت مردممان را با همه برنامه ها فراهم بکنیم. اولین چیزی که اگر نباشه جامعه و خانواده و فرد نمیتواند خوب برنامه ریزی بکنه صحت بدن است. دو، امنیت. آدم اگر در امنیت نباشه برنامه ریزی زندگیش از دستش بیرونه. خب میدانین یک شرایط استثنایی وقت سراغ آدم میایه، آدم نمیتوانه مساله خودش به آسایش و آرامش و به دقت برنامه ریزی بکنه. باید امنیت باشه تا آدم بر اساس او امنیت برنامه های زندگیش برنامه ریزی بکنه. سه، از صحت و فرز، وضعیت زندگی درآمد باید نرمال باشه. در شرایط حاد، در فقر، در گرسنگی، در تنگنا جامعه نمیتواند خوب تصمیم بگیرد. این سه تا، بعد از این سه تا حضرت سراغ خانواده میره. و رابعه الانیس الموافق. حضرت فرمود چهارمین چیزی که اگر نباشه زندگی آکنده از گرفتاری میشه، از ناملایمات میشود. فرمود انیس موافق، اون کسی که با انسان ارتباط داره، باید هم فکر انسان باشه، هم نظر انسان باشه، هم سفر انسان باشه، نه هم قفس و در یک زندان. راوی سوال میکنه آقا مرادتان از انیس موافق چیه؟ حضرت میفرماید قال الراوی قلت و مل انیس الموافق. خیلی دقت کنین، از برکت این شخصیت بزرگ امام صادق ما این عبارات را به عنوان نسخه های زندگی داریم به سمع شما مهمانان خداوند میرسانیم. حضرت فرمود انیس موافق زن صالحه، همسر شایسته، ولد و صالح، اولاد صالح. همسر وقت صالحه بود نتیجهش دختر صالحه است، پسر صالح است. نتیجه فرزندان صالح، خانواده صالح، والخلیط الصالح، همسایه های خوب. وقتی خانواده ما در این گوشه از شهر، در این گوشه از محل با تمام دقت برنامه زندگیش تنظیم میکنه، این سرایت میکنه به او همسایه. اگر او همسایه هم مثل ما بهتر از ما برنامه ریزی بکنه، بعد ببینین این فضا چقدر گشایش پیدا میکنه. مگر شهر از چی ساخته میشه؟ کشور از چی ساخته میشه؟ این کلان شهرها، این روابط بزرگ از همین نقطه های آغاز باید برنامه ریزی شود. حضرت فرمود اینها اگر یکیش نباشه زندگی ناقص است. بعد فرمود پنجمی همه اینها را داره.
در بیانی که حضرت دارن فرمودن اون چی است؟ آسایش است. میبینیم آسایش خوابیده در یک بستری که باید از آغاز زندگی و خانواده شروع می‌شود. متاسفانه کم به مسائل خانواده احترام قائل هستیم، مخصوصا به همسرانمان. باور کنین حرف پیغمبر است، فرمود همسر و زن را جز انسان پست بی احترامی نمی کنه. هر کس به همسرش بی احترامی می کنه، او یک نکته منفی و یک نقیصه دارد. چقدر زیبا قرآن عظیم الشان وقتی مسئله خانواده را مطرح می کنه بیان دارد، می فرماید در سوره مبارکه بقره: هن لباس لکم و انتم لباس لهن، آیه 187. نیاییم فقط به تلاوت قرآن اکتفا بکنیم، قرآن مراحل داره، عبارت داره، اشاره داره، لطیفه داره، حقایق داره. خواندن قرآن آغاز کار است. در این آیه شریفه خداوند زن و شوهر را لباس هم دیگر معرفی کرده. هنه لباس لکم، زنها لباس مرد هاست، و انتم لباس لهنه، شما هم لباس برای همسرانتان هستید. معمولا لباس است که انسان را در شرایط خاص، در گرما، در سرما از آسیب حفظ میکنه. همسر اون شریک زندگی ما را از خیلی مشکلات حفظ میکنه. شما هر آدم موفقی را در زندگی ببینین، در کنارش یک همسر موفقه. از دامن زن مرد به معراج می رود.